به نام کردگار هفت افلاک که پیدا کرد آدم از کف خاک. خداوندی که ذاتش بی زوال است، خرد در وصف ذاتش گنگ و لال است. زمین و آسمان از اوست پیدا، نمود جسم و جان از اوست پیدا. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای رحمان و مهربان و درود و سلام دارم محضر همه شما خوبان. امیدوار هستم که خوب و صحتمند باشید، لباس عافیت به تن داشته باشید و در تمام مراحل زندگی خود موفق و سربلند باشید. بیننده های عزیز، به برنامه آیین زندگی خوش آمدید. موضوع امروز برنامه هست راجع به ظلمی که در اسلام عزیز از چه جایگاهی برخوردار هست و چه گفتنی هایی داره. صحبت هایی خواهیم داشت با جناب استاد عبدالحق حقانی که با ما هستند و انشاءالله به سوالات شما عزیزان هم پاسخ داده خواهد شد و شما می توانید که سوالات شری خود از طریق واتساپ، تلگرام و پیامک به شماره 0729-15968 ارسال بکنیم و شماره برنامه همه روزه فعال هست و شما می توانید که در طول روز سوالات خود به ما ارسال بکنیم. جناب استاد سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خدمت شما و همه دستاندارکاران تلویزیون اصلاح و همه بینندگان و شنوندگان این برنامه دینی عرض سلام و خسته نباشید دارم و از الله متعال میخواهیم که این لحظاتی که در اختیار ما قرار داره بتانیم مصدر خیر برای این برنامه باشه. علیکم السلام، تشکر. جناب استاد، موضوع برنامه هست راجع به ظلم. خود ظلم به معنای چی و ای که به کدام موارد ظلم گفته می شود؟ واژه ظلم میتونیم که اطلاق بکنیم؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال الله تبارک و تعالی ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وقال تعالی ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. صدق الله العظیم. کلمه ظلم از لحاظ لغت عربی که اون ما به فارسی تعبیر بکنیم به معنای گذاشتن چیزی در غیر محل آن اطلاق میشه. و از اشیء فی غیر محله، بله، گذاشتن هر چیز را در غیر جایش. الله تعالی مخلوقی را آفریده و برای این مخلوق کارهایی که باید بکنند و نکنند معرفی کرده و هر چیزی در جای او قرار داده. و اگر انسان یک چیزی در جایی که مناسب او هست الله تعالی او قرار داده از اونجا تغییر بده و جای دیگری قرار بده، این واژه ظلم اطلاق میشه. ظلم گذاشتن چیزی به غیر. به طور مثال عبادت و بندگی حق الله هست. الله تعالی بنده را آفریده برای اینکه او را بشناسند، به او شریک قائل نشند، در عبادت او کسر شریک نکنند. اگر انسان این حق عبادت را به غیر خدا بده، یا انسان یا بت یا سنگ یا چیز دیگر عبادت کنه، یا نعوذ بالله الله را به وحدانیت قبول نکنه، خدایان متعدد را قبول بکنه، یا در کرنش ها و دعاها و استعانت ها که حق خدا هست که از او طلب بشه انسان از غیر از خدا طلب بکنه، در این طور موارد کلمه ظلم صادق می آید. یعنی او کسی که حق عبادت را داشت الله بود، یک کسی که عبادت را به غیر الله کرد ظلم کرد، در حقیقت این ظلم بر خود کرد. هرچند که نسبت به الله هم گفته میشه که به خدا ظلم کرد، اما چون خدا قادر و مطلق و غالب بر انسان، انسان قادر نیست به او ظلم کنه، برمیگرده نتیجه ظلم به خود انسان ظالم. انسان به خدا ظلم کرده نمیتونه و اگر حق عبادت را از خدا به غیر خدا قرار داد بر خود ظلم کرده. و همچنین در حقوق عباد، در مسائلی که به بنده ها تعلق داره، بله، از قبیل پدر، مادر، فرزندان، زن، همسایگان، همکارانی که در یک جا در محل کار میکنن و هر کسی که انسان به او سر و کار داره، هر کدام حق خدا تعالی معرفی کرده، شریعت معرفی کرده برای او، حق او طوری که شریعت معرفی کرده، خدا و رسول معرفی کرده، ادا کردن ای خوب است، عدالت است. اما از حق او کاستن و حق او را
تلف کردن این ظلم است. و همچنین در حق حیوانات، حیوانات را هم الله متعال که مسخر کرده به اختیار بنده ها قرار داده، باز حق به اونها قرار داده. مثلا حیوان به اندازه ای که توان داره بار کردن، به حد راهی که توان داره به راه بردن، یا شکم او را سیراب کردن و مثلا آب و علف به او دادن، این چیزها که حق او حیوان است به گردن این صاحب خود حق داره، اگر انسان از این هم کوتاهی بکنه، حیوان را از حق او بیشتر بار بکند، یا در راه که طاقت او نیست او روان بکنه، یا در دادن خرج او و آب او کوتاهی بکنه، در حقیقت حق او را تلف کرده و این هم ظلم گفته میشه. پس میتونیم بگیم واجه ظلم واجه بسیار عامی هست و خیلی چیزهای بزرگی و چیزهای کوچکی هم ادا میشه، اطلاق میشه. حتی اگر انسان حق واجب به گردن او باشه، در او حق کوتاهی بکنه، این میتونیم بگیم ظلم. و اگر چیزی که حق نداره او کار را انجام بده و او کار را انجام داد، این را هم میتونیم کلمه ظلم بنامیم. اطلاق ظلم بر هر چیزی که از مدار خود تغییر کرد، از جایی که باید قرار داده میشد تغییر کرد، اطلاق ظلم بر اونجا صورت میگیره. بله، تشکر. جناب استاد، راجع به پیامدها و عواقب ظلم صحبت بکنیم. عواقب ظلم آنچه که در قرآن کریم آمده و در احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده، اگر انسان به او یک کم تفکر بکنه، بسیار عواقب خطرناکی است. به طور مثال یک دو آیه قرآن کریم ترجمه میکنم و چند تا حدیث از پیامبر صلی الله علیه و سلم. اگرچه تفصیل این برنامه، تفصیل این کلمه وقتهای زیادتر به کار داره، اما ما به قدر گنجایش این برنامه به طور اختصار صحبت میکنم. در آیه مبارکه الله میفرماید مال الظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. بله، در روز قیامت ظالم هیچ دوست صمیمی نداره، هیچ کسی به درد او نمیخوره، چون به کسی خوبی نکرد. در دنیا انسان دوستان داره، خانواده و اولاد و قدرت و ثروت و چیزهای دیگری داره که در بعضی موارد از اونها استفاده میکنه و در جاهای به درد انسان میخوره. ولی اگر اینها را انسان در غیر مدار او مصرف بکنه، در غیر جایی که باید مصرف بشه مصرف بکنه، باید در روز قیامت این دوستا هم از کناری رفتن، هیچ کسی به درد او نمیخوره، نه فرزند، نه پدر و مادر، نه همکارانی که در زمان که او ظلم میکرد به او همکاری میکرد. به عنوان مثال یک دوست دزدی میکنه، چند نفر به او همکاری میکنه، چند نفر راهنمایی میکنه، ایر همدستی میکنه، تا بالاخره میتونه مال یک انسان رو ظلم کنه. یا یک نفر آبروی کسی رو میبره، در ضایع کردن آبروی شخص کسان دیگری هم به او پشتیبانی میکنه، همکاری میکنه. یا یک انسان دیگر به جان از او تعرض میکنه، خون از او میریزه، به او همکارانی هم هست در این دنیا که همکاری میکنن تا این دست از او برسه، انسان رو ضایع کنه و جانی رو از بین ببره. لیکن در روز قیامت وقت جواب دادن، هر یک جدا جدا اینا باید جواب خور بدن. این قاتلی که اقدام به قتل کرده، این سارق اقدام به سرقت کرده، اون کسی اقدام به بردن آبروی شخص کرده، این تنها میمانه. این کسانی که در دنیا دور بر او هست از او دفاع کرده نمیتونند، به او کمک کرده نمیتونند و شفیعی هم نداره که شفاعت او قبول بشه. هیچ کس به او شفاعت نمیکنه. شفاعت را انبیاء خدا میکنن، صالحین میکنن، انسانهای خدا به اونا مقام منزلت شفاعت را داده شفاعت میکنن، اما برای ظالم شفاعت نمیکنن. بله، پس ظلم عواقب داره که در آخرت نجات نداره، جز اینکه اگر خدا خواسته باشه، او هم در حقوق خدا اگر ظلم کرده باشه، مثلا در نماز کوتاهی کرده باشه، روزه را ضایع کرده باشه، یا عبادات خدا را ضایع کرده باشه، در اینجا حق خدا هست، اگر او را عفو بکنه میتونه بکنه و اگر مجازات هم بکنه میتونه. اما اگر ظلم در حق بنده کرده باشه یا در حق حیوان کرده باشه، این ظلم را الله متعال هم نمیبخشه، شافی اینم شفاعت نمیکنه. پس باید جواب بده و عذاب ازو هم عذاب آتشه که بنابراین در آیات مبارکه میاد. الله متعال در دنیا انسان متوجه کرده
ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. خدای تعالی گفته به کسانی که ظالم هستند نزدیکی نکنید، میل نکنید. یعنی چی؟ یعنی ای که خود شما که ظلم نباید بکنیم، به کسی هم که ظالم هست کمک نباید بکنیم، حتی میل نکنیم به همکاری به او چی بگذاریم که حتی خوشبین او هم نباشیم. میل دوستی، میل رابطه، میل محبت و هیچ نوع میل به طرف کسی که ظالم هست نکنیم. چرا؟ فتمسکم النار، به خاطر که به جزای همین میل کردن شما به طرف ظالم شما را آتش دوزخ احساس میکنه. اگر مثال بدم، فرض بگیریم یک آدم قدرتمندی یا یک نظامی و حکومت قدرتمندی انسانها را به ظلم امر میکنه، اگر مسلمانی از ظلم ازی جلوگیری کرده میتونه، خب باید جلوگیری بکنه. اگر نمیتونه جلوگیری بکنه، لااقل به کسی که جلوگیری کرده میتونه توسل بجوید تا ای که ظلم ازی جلوگیری شه. و اگر او را هم نمیتونه، لااقل خوشبین نباشه، سرخم نکنه به پیش از او، میل نکنه به طرف از او، خوشبین به او نباشه، تابعیتی قبول نکنه. پس اگر قبول کرد یا به او میل کرد، فتمسکم النار، او را آتش دوزخ احساس میکنه. حدیث از پیامبر صلی الله علیه و سلم است که اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه، از ظلم پرهیز کنید زیرا که ظلم تاریکی های روز قیامت است. واتقوا الشح فان الشح اهلك من كان قبلكم از بخل پرهیز کنید زیرا بخل کسانی را که قبل از شما بودند هلاک ساخت. حملهم على ان سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، اونها را یا امتهای سابقه را، کسانی که پیش از اسلام زندگی کردند، همین بخل وادار کرد به این که خونهای یک دیگر خور بریزند، به نام به قدرت طلبی، به شهرت طلبی، به دنیا طلبی، به خاطر گرفتن مال کسی، جایگاه کسی، او را کشتند، خون از او بر خود مباح دانستند و محارم اونها را بر خود حلال شمردند. وقت قدرت پیدا کردند، یک انسان بر انسان دیگر از مال از او صرف جویی نکردند و از ناموس از او، از فرزندان از او دست خود کوتاه نکردن. چیزهایی که به اونا حرام بود باید دست خود دراز نمی کردن، دراز کردن. پس این شح انسان رو وادار میکنه به ظلم. پس نتیجه این میشه که انسانی که بخیل باشه ظالم میشه. وقتی که ظالم شد نتیجه او هست که به عذاب خدا گرفتار میشه. و این ظلم نتیجه اخروی داره. نتیجه اخروی اینه که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند لا تؤدون الحقوق الى اهلها، حتما با ادا میکنید حقوق را به سوی اهل او. یعنی اگر به این دنیا نکردید یا به این دنیا دست خور به حق کسی دراز کردید و باز کوتاه نکردید، حتما حق او ضایع شدنی نیست، حق مظلوم ضایع شدنی نیست، حق مظلوم را حتما ادا میکنید در روز قیامت. حتی یقاد للشاطل جلحائی من الشات القرنا، تا حدی که از یک بز شاخدار انتقام بز بیشاخ گرفته میشه. حیواناتی که مکلف به عدالت و مکلف به این مسائل نیان، در روز قیامت عدالت بین اینها هم جاری میشه. اگر یک حیوان شاخدار بوده، یک حیوان بیشاخ با شاخ خود اوگار کرده باشه، در روز قیامت الله متعال همو جزای شاخدار را، جزای بیشاخر از شاخدار میگیره. پس این میرسونه که انسانهایی که مکلف هستن، عقل دارن و میفهمن که عواقب اخروی داره، نباید دست خود در ظلم به کسی دراز بکنن. و حدیث دیگری حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت کردن از پیامبر صلی الله علیه وسلم، فرمودن من ظلم قید شبر من الارض طویقه من سبع ارضین، اگر کسی احیانا به ظلم و به اندازه یک وجب از زمین کسی به ظلم گرفته باشه، یا بزور قدرت شخصی خود گرفته، یا به دعوای ناحق و دعوای باطل توسط حکومت گرفته، به هر طریقه که یک زمین کسی قدر یک وجب به ظلم گرفته باشه، در روز قیامت همین یک وجب زمین تا هفت طبقه زمین به گردن این طوق آتشی میشه. این انسان کی طاقت داره که ای اندازه وزن او هم از آتش باشه به روز قیامت تحمل بکنه. و حدیث دیگری است که الله متعال برای ظالم در این دنیا ممکن است مدت بده، ممکن است وقت بده او دست خور به ظلم دراز کنه،
اما این ظلم پایان نداره، به عاقبت خود خوب نیه. حضرت ابی موسی اشعری رضی الله تعالی عنه روایت فرمودن از رسول خدا صلی الله علیه وسلم که پیامبر خدا فرمودن ان الله لا یملی للظالم فاذا اخذه لم یفلته. الله متعال در این دنیا به ظالم مهلت میده، به وقت میده. اگر ما به چشم خود میبینیم که مثلا قدرتمندهای خدا ناشناس دنیا از قبیل امریکا، روس، اسرائیل، انگلیس، امثال از اینا در این دنیا قدرت نمایی میکنند، به سر مسلمان های دنیا هرچی میخواهند میکنند، به سر مظلومین دنیا هرچی میخواهند میکنند، یا یک حکومت ظالم در سرزمین که حاکم است ظلم میکنه به حق رعیت خود، چه در رأس حکومت به نام مسلمان باشد چه غیر مسلمان باشد، وقتی به زیر دستان خود حکم ظلم بکنه، الله متعالی جا به جا و مجازات نمیکنه. شاید بعضی ها رو مجازات بکنه جا به جا، اما بعضی ها رو مهلت میده، فرصت میده خب بتازن. اما فاذا اخذه لم یفلته، وقت خدا او رو بگیره هیچگاه از پیش خدا فرار کرده نمیتونه، نمیتونه خور از گرفتاری خدا، از مؤاخذه خدا خلاص بکنه. بعد از او آیه مبارکه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم تلاوت کردن و کذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه الیم شدید. همچنان گرفتاری پروردگار تو این طور است، هرگاه که اهل قریه ها ظلم کردن، مراد از اهل قریه ها اهل شهرها، حاکمان که بر سر مردم حکومت میکنند، یا مردمی که در سرزمین خود زندگی میکنند یکی بر دیگر ظلم میکنند، اگر اهل این قریه ها ظلم کردند، چه ظلم بر یک دیگر خود بکنند و چه ظلمی که به خدا بکنند، مثلا غیر خدا را عبادت کنند، پیامبران خدا را فرمانبرداری نکنند، مخالفت با پیامبران خدا بکنند، چه نافرمانی های در قسمت حقوق هم دیگر خود بکنند، در صورت که ظلم کنند وقت خدا اونا رو بگیره این اخذه علیم و شدید، گرفتاری خدا بسیار دردناک است و بسیار سخت است، هیچ کس او ظالم را از ظلم نجات داده نمیتونه. و همچنان حدیث دیگری که حضرت ابی امامه رضی الله عنه روایت فرمودن پیامبر خدا فرمودن من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینه فقد اوجب الله علیه النار و حرم علیه الجنه. هر کسی که حق یک شخص مسلمانی را از او قطع کنه و به خود اختیار کنه و به خود بگیره، به دست خود الله تعالی عذاب و آتش را به او واجب قرار داده، به او واجب ساخته و او را از جنت خود محروم ساخته. و باز یک شخص پرسان کرد، یک نفری از پیامبر صلی الله علیه و سلم سوال کرد یا رسول الله و این کان شیئا یسیرا، اگر چیز اندکی هم باشه، یعنی انسان را نکشته، مالی را نگرفته، کار خیلی کلان نکرد، یک کار خوردی هم کرده، بازم گرفته میشه به عذاب، بازم از دوزخ از جنت محروم میشه و به دوزخ خدا گرفتار میشه. در جواب پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودن و ان کان قضیبا من عراق، اگر یک ششکک باری که از چوب عراق باشه، چوب عراق چوب تلخی و خاردار، استفاده ای از او صورت نمیگیره، اگر همین چیز هم حق کسی بود و انسان او تلف کرد، به نظر از او یسیر و اندک میآید، همین هم اگر تلف کنه در روز قیامت شامل همین عذاب میشه. خب جناب استاد، راه حل چی هست؟ خب راه حلی که خود را بتونه خلاص بکنه. چگونه؟ بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله اگر مراجعه کنیم، اول خب به آیات مبارکه اگر توجه کنیم، خدا پرهیز داده، انسان اول باید پرهیز کنه. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، و کسایی که ظلم کردن نزدیک نشین، و همچنین لا تظلموا انفسکم، بر خود ظلم نکنیم، و اتقوا الظلم، خدا پیامبر رو پرهیز کنیم. کار اول خوب وقایه هست، انسان باید خود را کنترل کنه، جلوگیری کنه که مرتکب ظلم نشه. احیانا اگر شد، راه حل از او که در به عذاب خدا مبتلا نشه، در این دنیا خود را بتونه از عذاب اخروی نجات بده، راه حل از او اینه که حق او را عطا بکنه. اگر وفات کرده بود جناب استاد، اون حقوقی که ضایع کرده باشه، حقوقی که ضایع کرده باشه، اون حقوق را ادا بکنه. مثلا اگر در عبادات خدا کوتاهی کرده بود، حق عبادت خدا را ضایع کرده بود، باید او عبادات را انجام بده، قضا بیاره. و اگر در حق بنده ظلم کرده بود، در صورت که او بنده در حیات باشه، دو حال داره، یا حق او را ادا میکنه یا از او حلال طلب میکنه، میره به نزد او، از او معافی میخواه و او را راضی میسازه به هر شکلی که ممکن هست، تا
تا این که او را معاف کنه، تا طرف که به او ظلم کرده او را معاف نکنه، الله تعالی هم او را معاف نمیکنه. و حدیث از پیامبر صلی الله علیه و سلم است که حضرت ابی هریره رضی الله عنه روایت کرده، پیامبر خدا فرمودند من کانت عنده مظلمه لاخیه من عرضه او من شیء فلیتحلله منه، هر کسی که از نزد از برادر خود به نزد او مظلمه باشد، دینی و حق باشد، چه از آبروی او باشد، چه از مال از او و چیز دیگری، باید در همین دنیا خود را حلال بکنه. الیوم امروز، قبل ان لا یکون دینار ولا درهم، پیش از این که روز بیاید که در او روز نه دیناری هست و نه درهم، روز قیامت در او صورت چه کار میشه؟ ان کانت له عمل صالح اخذ منه بقدر مظلمته، اگر برای امی ظالم عمل صالحی هم بود، در کناری که ظلم کرده یک عمل صالحی هم داشته، الله تعالی عذاب از امو عمل صالح از این عظیم میگیره به او ظالم میده. و اگر عمل صالح او تمام شد، الله متعال از گناه ها و سیئات مظلوم میگیره، بالای ظالم اضافه میکنه. پس نجات او در امی دنیا ممکن است به صورت که حق کسی که ضایع کرده پس ادا بکنه، یا اینکه از او معذرت خواهی کنه و معافات بخواه. بله، تشکر. جناب استاد، بیننده های عزیز برای ما سوالات ارسال کردن، اگر اجازه شما باشه به پاسخ جناب بپردازیم. وحید جان از هرات پیام دادن از طریق واتساپ، گفتن که امین نظر کردن یا چشم زدن و زخم چشم آیا اساس شرعی داره و این که اثراتی هم داره بر خود جسم انسان یا معامله انسان؟ بله، نظر کردن از نظر پیامبر صلی الله علیه و سلم که فرمودن العین حق، نظر کردن یا به اصطلاح ما زخم چشم حق است و ثابت است و اثرات هم دارد. اثرات او بعضی ها بر جسم و جان انسان ظاهر میشه و بعضی هم بر چیزهای دیگر ظاهر میشه، ولی دفع اوی است که انسان زمانی که به یک کسی به قصد نگاه بکنه، حتی در کتاب ها میگه اگه کسی به قصد یک چیز نظر میکنه، مال کسی تلف میکنه، به عنوان مثال یک اسب بسیار خوب سره از شما باشه، یک کسی به نظر که میفهمه من نظر دارم، به نظر خود به قصد از بین بردن او نظر بکنه، او حیوان تلف شه، باید تاون بده. مثل اینکه به تیر مرمی زده باشه، مثل اینکه به کارد و به شمشیر زده باشه، به او تاون میشه. به چشم هم اگر زده باشه قصدن، او باید تاون زور بده از نظر شرعی. و چاره ای است که در دنیا همین آدمی که نظر میکنه، اول به چیز به قصد نظر کردن و تلف کردن نگاه نکنه. و اگر احیانا خود شخص میفهمه که نظر داره، به هر چیزی که نظر میکنه اولا الله اکبر بگه یا کلمات مقدس توحید در بخونه، به خاطر از اینکه وقتی که الله اکبر بگه هیچ چیز از خدا بزرگتر و بهتر نیست، پس خدا متعال به برکت همین اسم الله او نظر را دفع میکنه و جلوگیری از او میشه. و اگر احیانا نشد، باز ادعیه مأثوری هست برای جلوگیری از نظر. همچنین در قرآن کریم آیات مبارکه است که آیه اخیر سوره قلم و این یکاد الذین کفروا لازلقین کبصاره، از قرآن هم ثابت است که نظر کردن صحیح است و حق است. و باز چاره او هم همین است که انسان خود در اول از نظر کردن خودداری کنه، حفظ کنه، و احیانا اگر مبتلا شد به این، باز دیگه اسم خدا رو بگه و اگر مال کسی تلف کرد جبران کنه. جناب استاد، خیلی شاید شما هم دیده باشیم وقتی که نظر میشن، خصوصا اطفال، بعد وقتی که طرف میره از خانه بیرون میشه، بعد اعضای فامیل از او یا مادر یا همو بیبی از او که هست، بعد اسفند دود میکنن و بعد تخم مرغ بر میدارن و نمیفهم. اینا رواج های که به جا مونده، هیچ اصل شرعی می بزینا نمیبینم که اینا راه حل برای جلوگیری از نظر باشه. بله، تشکر. خلیل احمد از ایران از طریق واتساپ پیام دادن، گفتن که هرچی بری خانوم خو میگم که نماز بخوان، نماز نمیخونه. تا گاهی برای گفتم که من برای تو تحفه میگیرم اگر نماز بخونی، بازم نماز نمیخونه. خب اول خود دعا میکنیم خداوند ما و او خواهر ما رو همه مسلمان ها رو هدایت کنه که تا به عبادات خدا شوقمند و علاقمند باشند و ادا انجام بدن. و بعد او برادر که حریصند بر عبادت کردن همسر خود، او دعوت هم میکنن، تشویق هم میکنن، مسئولیت خود رو انجام داده. و اگر زن اطاعت نمیکنه، خب گناه از او به زن هست و الله متعال از زن گناه رو پرسان میکنه. اما به راه های دیگری از قبیل تأدیب
ممکن متوسل بشه. فرض کنیم اگر بفهمه که این زن به همبستری با او بسیار علاقمنده، در صورت که بسته زود ترک بکنه این تحت امر از او میآید، خب باز او همبستری ترک بکنه موقتا تا او متوجه شه که شوهر از او آزرده به خاطر که نماز نمیخونه، باز به این وسیله بلکه منقاد شه و نماز بخونه. یا امثال از این کارهای دیگری که ممکن است به این وسیله او نماز بخونه، از او راه ها میتونم استفاده کنم. بله، تشکر. از طریق واتساپ پیام دادن گفتن که آیا روز زن در اسلام وجود داره؟ خب ایام ارحم خدا تعالی خلق کرده برای استفاده مرد و زن، همه ایام هم از مردا هست هم از زنها. متاسفانه که ما یک روز او هم از ما نه، البته از آثار و اخلاق غربی ها و مردم بیرون است که زن را به یک روز احترام میکنند، بقیه ایام زن را مثل کالای تجارتی استفاده میکنند در تبلیغات خود و زن را که مانند در قیمتی در داخل یک صندوق باید باشد، در حجاب خود باید محفوظ باشد، این انسان را برهنه میکنند در محافل و در مثلا رسانه ها و در تصویرها، تقریبا بگیم توهین میکنند به او، حیثیت او را زیر سوال میبرند، او من حیث حیوان قرار میدن. اما یک روز هم او هم به شعار به نام روز زن قرار میدن، این قطعا جایگاه زن را نشان نمیده بلکه توهین به زن هست و در اسلام چنین چیزی وجود ندارد. در اسلام هر روز روز زن هست. همه روزها روز عبادت، روز بندگی، روز استفاده کردن مرد و زن است. از این اوقات جالب هست جناب استاد، امو افرادی که دختران خود زنده به گور میکردن امروز ادعا دارن که ما حقوق زن مراعات میکنیم، با وجود از اینکه اسلام بود که مشخص ساخت که زنی وجود داره و همچون حقوقی داره. از طریق واتساپ پیام دادن جناب استاد، گفتن که انسان اگر لباس نو زیاد بپوشه و درست بکنه و خیاطی ببره، آیا اسراف هست یا نه؟ خب اسراف اگه تعریف بکنیم باز خودمون برادر میفهمه که اسراف هست یا نه. اسراف به معنای زیاده از حد ضرورت مصرف کردن. اگر انسان نیاز به لباس داره به قدر ضرورت خود لباس میپوشه، به او ضرورت داره، و اگر اضافه از حد ضرورت او باشه و مالم در جای دیگر حق مصرف کردن داره و اونجا مصرف نکنه، مثلا حقوق خدا را نده، حقوق بنده های خدا را نده و به خود لباس بسازه به قدر بیشتر از ضرورت خود، در اینجا اسراف صادق می آید. و اگر نه، حق همه را ادا میکنه، حقوق خدا را هم ادا میکنه، حقوق بنده ها را هم ادا میکنه و بعد به خود خوش داره که بعد مثلا بر هفته یک دست لباس بپوشه، او هم در صورتی که بپوشه، نه اینکه برای نمایش بگذاره، نه اینکه برای تفاخر بر دیگران باشه، در این صورت با نام اسراف سر گذاشته نمیشه. وقتی ما ضرورت رو بفهمیم چقدر ضرورت داریم، آنچه که از ضرورت ما افزوده باشه اسراف میشه، در حد نیاز استفاده کنیم. در حد نیاز. بله، تشکر. از ایران از طریق واتساپ پیام دادن، گفتن که جشن تولد گرفتن یا تجلیل از تولد اشکال داره؟ نه، گفتن ما اگر خودمانی باشیم، اعضای فامیل با هم باشیم، تجلیل بکنیم، این با چگونه هست؟ بازم مشکل داره؟ خب یک اینه که انسان خوشحال میشه که به فلان روز با خدا به ما اولاد داد، شکر نعمت خدا رو میکنه، بله، سجده شکر به جا میاره، یا مثلا صدقه و به اصطلاح تلاوت قرآن و کارهای دیگری که نشانگر شکر خدا باشه ایر انجام میده. یکی این که انسان محفل و مجلس میگیره، دوستار خبر میکنه، به اصطلاح امروزی کیک هار میبرن به مجلس نشون میدن، شم روشن میکنن یا دیگه حرکات را انجام میدن به عنوان روز میلاد، هیچ اصل شرعی نداره. بله، تشکر. از ایران از طریق واتساپ پیام دادن، گفتن که نماز استخاره چگونه خوانده میشه، چند رکعت هست و اینکه پر خوانده میشه یا خالی، مشخص بساز. نماز استخاره، استخاره لغتا معنای طلب خیر کردن. بله. ای در کدام موارد ادا میشه؟ اگر انسان یک اقدامی داره از قبیل سفر یا از قبیل ازدواج یا از قبیل معامله و معاملات مشروع و نمیدانه که خیر او هست یا شر او هست، به خاطر اینکه به دل از او معلوم بشه که آیا این خوب است یا نه، اقدام بکنه یا نه، قبل از انجام دادن او کار یا او سفر یا او معامله، ای شریعت به او اجازه داده، پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند
که دو رکعت نماز نافله بخونه، که در هر دو رکعت نماز الحمد و سوره با هم خونده میشه، مثل نمازهای نافله دیگر، مثل نماز تهیه مسجد، مثل نماز شکرانه وضو، مثل نماز اشراق و هم هر نفل دیگر. دو رکعت نماز الحمد و سوره در هر رکعت خونده میشه و بعد از تمام شدن دو رکعت در حالتی که به قعده نشسته دعای استخاره میخونه. ولی دعای استخاره باید حفظ شود، که از رو خواندن باز در جای نماز جایز نیه. هر دوست، هر برادر و خواهری که میخواد بخونه دعای استخاره رو حفظ بکنه. اما عربی رو، اللهم این استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک الی آخر. و در جایی که همو کار رو میخواد نام بگیره، باز همو کار رو به لسان عربی نام بگیره و بگه که مثلا اللهم ان کان هذا الزواج خیر لی فی دینی و معاشی، یا هذا السفر خیر لی فی دینی و معاشی. خدایا این سفر اگه به خیر ما است در دنیای ما، در معیشت ما، در آخرت ما، باز او رو به من مقدر کن و بر من آسان کن. فقط در حلی و یسر حلی. و اگر شر است برای من، خدای او رو از من دور کن. دیگه دعا رو بخونه، در اون جا باز نام و کاری که داره بگیره. بعد از دعا خوندن دیگه باز بخوابن، دعا میکنه و باز به اصطلاح استراحت میکنه. بعد استراحت کردن خواب میبینن چگونه؟ خب خواب دیدن حتمی نیست، ضروری نیست. وقت دعا رو خوان، استراحت کرد، بعد از او یا خدای تعالی به خواب به نظر از او چیز میاره که او متوجه میشه که کردن از کار خوب است یا نکردن، یا اینکه به دل از او روشنی به وجود میآید، یک نوع الهام صورت میگیره. دخل خو نبینه هم بعد از اینکه بیدار میشه علای متعال به دل از او یک طرف ترجیح میده، طرف کردن یا نکردن. اگر در شب اول به دل از او روشنی آماد یا خواب دید که نشان داد به او که کردن خوبه، خوب. اگر نه، تا سه روز میتونه این نماز استخاره رو بخونه و دعا بکنه. بله، تشکر از شما. و گفتن که ماه شعبان نسبت به سایر ماها فضیلت خاصی داره، روزه گرفتن، عبادت کردن در این ماه. خب بهتر است که به ترجمه یکی از احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که شعبان که پیامبر صلی الله علیه و سلم بیشترین روزه‌ای که در ماه‌های سال می‌گرفتند بعد از رمضان در شعبان بوده. یعنی هیچ ماهی را پیامبر خدا غیر از رمضان که همه ی فرضه بیشتر از شعبان روزه نمی‌گرفتند. در ماه شعبان از اول شعبان، بعضی وقتا تا آخر شعبان می‌گرفتند. خب اگرچه توصیه کردند که بعد از نیمه شعبان انسان‌ها روزه نگیرند به خاطر اینکه قوت داشته باشند برای گرفتن روزه رمضان. یعنی بعد از 15 شعبان. اما خودشان حریص بودند به گرفتن روزه شعبان. و این نشون میده که شعبان نسبت به ماهای دیگه افضل تره. در روزه گرفتن جناب استاد یک پله است، یک روزینه است به وارد شدن به رمضان. انسان در شعبان آمادگی میگیره از ریاضت نفس و از تمرین گرسنگی و همچنین از خلوت گزینی در شبها به همراه خدا که عبادت نمازهای نافله رو میخونه. اینا یک تمرین و آمادگی برای رمضان است. بله، تشکر. از طریق واتساپ از هرات پیام دادن، گفتن که من در سن 40 سالگی قرآن کریم یاد گرفتم، از قلم استفاده میکنم، قلم هایی که توسط قلم القاری میگن، توسط از او مثل صدای بیرون میشه و بر رو هر آیه بگذاریم و نوک قلم بعدم آیه رو میخوانن. گفتن حال خود من تلاوت نمیکنم، میترسم، میگم شاید اشتباه تلفظ بشه یا بخوانم، چیکار باید بکنم؟ همیشه استماع بکنم، گوش کنم، یا نه خود من باید بخوانم؟ خب اگر قدرت به تلاوت دارن که تلاوت جایگاه خود رو داره. بله، یک انسان به زبان خود قرآن کریم تلاوت بکنه تا اینکه از کسی دیگر میشنوه خیلی فرق میکنه. تلاوت قرآن خود یک عبادتیه، به او ثواب داده میشه و استماع هم خوبه، ولی تلاوت کردن از او در صورتی که توان داشته باشه افضلتر و بهتره. و اگر احیانا میترسه که اشتباه تلفظ بکنه، مشکل نیه. هیچ کس از ابتدا قرآن رو به طوری که نازل شده به طریق تجوید و ترتیل یاد نداره. از ابتدا کلمات عربی رو باید حروف رو تنها بشناسه، باز اینا رو ایجگی بکنه، باز بعد از روانخونی بکنه، کم کم تا به ادای حروف قدرت پیدا کنه و رعایت قواعد تجویدی قدرت پیدا بکنه. اشتباه خواندن از اونها به اونها گناه نیه، به قصد یاد گرفتن باشه، ان شاء الله یاد میگیره. بله، تشکر.
بیننده های عزیز، شما هم می توانید که قرآن عظیم الشان فرا بگیریم، نگاه بکنیم در سن 40 سالگی شروع کردن به یاد گرفتن قرآن عظیم الشان و ما امروز جوان های متاسفانه داریم بعضی ها که قرآن از رو حتی نمی تانند بخوانند. خوب است که متوجه باشیم که ما قرآن داریم، کتاب الهی داریم که اوامر زور باید مرعات بکنیم و مرعات کردن ای اوامر با دانستن قرآن عظیم الشان می باشه. برنامه خود ادامه میدیم اما حال وقفه داره. سلام مجدد محضر همه شما بیننده های عزیز، به خصوص عزیزانی که همین اکنون با ما پیوستن. شما هم می توانید که در طول روز سوالات شرعی خود از طریق واتساپ، تلگرام و پیامک با ما ارسال بکنیم. جناب استاد از ایران از طریق واتساپ پیام دادن، گفتن که من زمین داشتم که برای کسی یا فرد حولیوار یا مو نمروار فروختم، بعد میخوام برای دیگری، برای فرد دیگر او باز حولیوار بفروشم، این شخص اولی شف می شود یا نه؟ این موضوع شف را میشه جناب استاد مواظب بسازیم چگونه است؟ خب اولا که کلمه حولیوار چون اصطلاح جدیدیه که او برادر استفاده کرده، اگر مراد از او نمره کردن باشه، فرض کنیم یک زمینی داره چند جریبه، این نمره کرده و هر نمره به نام یک حولی یا یک سرا تعیین کرده، هر کدوم از خود قیمت داره. به همین مراد اگر باشه، خب حولیوار معنای این است که یک زمین را فروخته و زمینی که در پهلو دست از او قرار داره باز مای حال بفروشه. بله. او کسی که زمین اول را خریده، در صورتی که دیوار از او به دیوار از او چسبیده، چه از رو، چه از پهلو، چه از پشت سر، او به اصطلاح جار ازی گفته میشه نظر کتاب، همسایه ازی گفته میشه. و اگر او باز شریک بوده باشه، فرض کنیم دو تا برادر از زمین میراثی از پدر مونده، اینا شریکند به این زمین، باز شریک حق مقدم، حق تقدم داره از این کسی که همسایه، شریک باز حق تقدم داره، یعنی حق اولویت از اونها که بخرن این زمینه، او حق شف داره. بله. بعد اگر شریک نبود، ای یک نمره زمین فروخت به پهلوی از اون نمره زمین دیگه داره که به کسی میفروشه، او نفر که جدیدن میخره وقت خرید از او تمام بشه، این نفر که اول زمین خریده بوده حق داره شف بشه. خود کلمه شف به معنای جفت کردن حق به حق دیگری. بله. مثلا ما مشتری زمین هستم، شما یک زمین را از کسی خریدیم، ما که به زمین از او در پهلوی از او قرار دارم، خریدن شما را من به خریداری خود در پهلوی شما جفت میکنم، یعنی قرار میدم که من خریدارم، همچنان که او خریدار است من زمین رو به او نمیدم، من میخوام بخرم. شریعت این حق رو به او داده، این اگر به شرط که امو طلب هایی که در شریعت آمده، شفعه سه تا طلب داره، یک طلب به نام طلب وثبه میگم، یعنی طلب از جاور جستن، هم مجرد که خبر شد که با این زمین خود فروخته، این هم حق شف داره، از جا خود حرکت بکنه بگه من شف، و از اون طرف مقابل اگه به حضور از او هسته بگه که زمین هر که تو خریدی بده به من، یم پول تو. و یا اگر همود هم به پیش از او نبود، باز از جا خود حرکت میکنه میره به جای بائی یا جای مشتری، به یکی از این دوتا اطلاع میده که شما که زمین هر خریدیم من شفم، یا شما که زمین هر فروختیم به فلانی من شفم، این زمین هر من میگیرم. و این باز حق داره که همون مبلغ ثمن که بائی به مشتری اول فروخته، همون مبلغ رو به او بده و زمین رو او پس بگیره. این حق شریعت به او بداده. اون تو اگر طلبی و صحیح نبود، از اول خبر شده که یادم زمین فروخته یا فلان کس بخریده، این سکوت کرده، خبرم شده هیچ اظهار نکرده، در این صورت شفظی به این طلب اول از بین رفته. تشکر. خواهر از طریق واتساپ پیام دادن، گفتن که من 5 سال پیش عروسی کردم، بعد شوهرم معتاد بود و در زندگی ما مشکلات ایجاد شد، یک دختری هم دارم، بعد در 3 زمان مختلف با عقل و هوش برم گفت که تو طلاق هستی، واژه طلاق را استفاده کرد. حال من خانه جدای دارم و شوهر ما از ما جدا هست، 3 سال میشه که شوهر من به خانه ما نیامده و حتی به دیدن دختر هم نیامده، آیا من طلاق هستم یا نه؟ خب اگر چنین چیزی که گفتن حقیقتا همینطور باشه، چون به هر ادعای آدم جا به جا حکم کرده نمیتونه که صحیح است یا غلط اثبات به کار داره، به خاطر که طلاق شدن از جانب مرده، آیا مرد به می گفت که گفته اقرار هست و میگه بله همین چی گپای گفتم، یا نه ادعای تنها زن است. اگر مرد چنین گپی گفته باشه
و اقرار باشه بر گپ خود که چنین گفتم، یا این زن شاهد داشته باشه در معذر شهودی گپ بر گفته باشه، ولی در این صورت سه طلاق واقع شده، بعد از گذشتن عده زن آزاد میتونه بخواه شوهر دیگه اختیار بکنه. بله تشکر. از ایران خواهر از طریق واتساپ پیام دادن، گفتن که چندین سال هست، مشابه به سوالی که قبلا کردم هست، ازدواج کردم، 11 سال هست که ازدواج کردم، بعد گفتن که شوهرم با یک دختر دیگه رابطه نامشروع داره و من دو تا دختر دارم که هر کدام از اونا در سن 10 سالگی هستن و دل ما هم نمیشه که از اونا جدا بشم. شوهرم میگه اگه خوش نی از زندگی من بیرون شو برو، طلاق هستی. چیکار باید بکنم؟ آیا طلاق بگیرم یا نه؟ خب اول خب خداوند حفظ کنه همه ما و شما را از بله. فعل نامشروع، ارتباطات نامشروع، و برادرم خداوند حفظ کنه و به عقل و هوش از او بیاره که از گناه و معصیت پرهیز بکنه. و چاره این خواهر که این حالت رو میبینه و به او گوش زدن میکنه، او توجه نمیکنه، چاره ای است که خب اگر واقعا ثابت کرده میتونه که او ارتباط نامشروع با کسی دیگه داره، میتونه ایر به اقارب از او، به دوستان از او، کسایی که مرد در از این کار جلوگیری کرده بتانه در میان بگذاره تا ای که اونها وسیله شن ایر جلوگیری بکنن. و اگر باز اونها نتونستن و هیچ کس نتونست، زن هم به تنهایی خود ثابت کرده نمیتونه، اگر ادعا بکنه ادعای انظر محکمه شنیده نمیشه، تو تنها ادعا میکنه، او هم اقرار نیه و شاهدی هم که تو نداری، در این صورت چاره نداره جز اینکه یا با مو خانه بسازه و به اصطلاح سکوت خور بگیره، و یا اینکه اگر میخواه همین حالت رو نبینه، ایمان از بزو اجازه نمیده، طلاق بگیره. میتونه از فرزند خود جدا بشه ولی این حالت معصیت رو تماشا نکنه. و اگر باز جدا شدن به او سخته، از اولاد کندن سخته، ناچاره که همین زبان خور به اصطلاح کنترل کرده بسازه به این حالت. بله تشکر. خواهری از طریق واتساپ پیام دادن، گفتن که پسر من به تیل فروشی کار میکنه، بعدم اون خلیفه زو تیلر با آب گد میکنه. آیا پولی که فرزند من میگیره و به خانه استفاده میکنه برای ما حلال هست یا حرام؟ خب فرزند که مزدوری خور میگیره، اگه خود فرزند به گد کردن تیل به آب به تیل نقش نداشته باشه، به دست خوی عمل را انجام نده، خب اولا خب هر مسلمانی وظیفه داره که امر معروف و نهی از منکر بکنه، میتونه با مو کسی که خودی کار میکنه بگه این کار حرامه، این کار خوب نیه، نکنه. اگر او بل احیانا به حرف زو نکد، در صورتی که به این فرزند کار بهتر از این پیدا میشه که مخلوط به این تو کار حرام نباشه، بهتر از این کار ترک بکنه، کار دیگری بکنه. دیگر هست. کار دیگری بکنه. اگه هیچ دروازه واز نمیشه، هیچ کار دیگر هم بو پیدا نمیشه، ناچاره که این حالت تحمل بکنه و با اون کار اون مزد خور بگیره و به عمل و کسی که آبرگد میکنه خور شریک نکنه. بله. و گفتن که سوراخ کردن گوشت، چندین سوراخ کردن البته، جهت زیبایی خصوصا استفاده از گوشواره اشکال داره یا نه؟ خب به زنها خب معمولا گوشواره هست، مشروعه، سوراخ کردن هم مشروعه. خب باز اگر تشبیه و غیر مسلمان ها بشه، به عنوان مثال اگر غیر مسلمان ها بعضی قسمت های گوش هر که رواج نیست که گوشواره به اونجا در بیایه، مثل بعض از فیلم ها نشان میده که یه قسمت های بالای گوش هرم سوراخ میکنن، چیزهای در میارن، در این صورت خود تشبیه و کسی که اهل ایمان نیست نباید بکنه. اگر به جاهایی که مشروع از گوشواره در میای اشکال نداره. بله تشکر. و گفتن که شوهرم 50 ساله هست، سر و ریش از او سفید شد اما ریش نمیگذاره. خدا تعالی هدایت بکنه. ریش سنت مؤکده پیامبر صلی الله علیه و سلم هست، امر کردن وعف اللحا و قص الشوارب. دیگه اگر این آدم باور به این داره که من امت پیامبر صلی الله علیه و سلم هستم، گناه هم از خود حدی داره، یک بار دو بار که کرد باز توبه کنه، به خدا برگرده و یکی ادامه بده و اصرار در گناه، اگرچه تراشیدن ریش گناه صغیره هست و گناه صغیره دوام دادن به کبیره تبدیل میشه و به عذاب خدا مبتلا میشه. اول از خدا میخوایم خدا او توفیق برگشت و توبه بده. و اگر نکرد امو زن به هر راهی که ممکن است، به نصیحت ممکن است، به قهر و به گناه های دیگر ممکن است، یا معرفی کردن از او به اهل علم و کسانی که باید نصیحت از اونها باور بکنه، گوش بکنه، از این راه ها میتونن که انشاءالله استفاده کنن. و گفتن که ختم خواجه در اسلام اساس شرعی داره. خب ختم خواجه تشکیل شده از دعاها، خواندن آیات قرآن کریم و همچنین بعضی از دعاها و تسبیحات. نفس خواندن آیات قرآن کریم
و تلاوت سوره های مبارکه مثل قل هو الله احد یا علم نشره و یا اذکار مسنونه که مثل کلمه شهادت است و یا سبحان الله یا دیگه دعاها، اینها مشروعیت داره، اصل داره در شریعت، ولی به می ترتیبه که برای ما رواج شده، هرچند که به حدیث شریف ثابت نشده، اما رواج علما و عرفای گذشته از ما بوده. بنابراین رواج اینا اذکاریه که در یک جا میشینند، نه به عنوان واجبه، نه به عنوان سنته، نه به عنوان چیزی که به خود الزام بگیریم. خوندن اذکار مشکل نداره، ولی همین ترتیب رو بر خود لازم گرفتن باز مشکل داره. بله، تشکر از حضور شما در برنامه و تشکر از همه شما عزیزان از این که تا این دم با ما همراه بودید و بیننده برنامه بودید. امیدوار هستم که همیشه موفق و سربلند باشید و الله حافظ و نگهدارتان باشه. بدرود.